بچه خواهش میکنم دیگه، تمنا میکنم قربونتون برم. استادیوم استودیوه، استادیوم نیست. و دیگه کم مونده از این شیپورا بیارن دود. بچه خواهش میکنم خدمتتون عرض میکنم، سلام عرض میکنم خدمتتون. من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. همین اول برنامه اگه اشکال نداشته باشه یه توضیح کوچیکی رو من خدمت این 7 8 10 هزار نفر دوستانی که هر دفعه میان میگن که آقا نمیدونم این ویدیوها رو چرا تیکه پاره کردی، چرا این شکلیه، چرا نظم نداره. آقا ما گرفتاریم، وقت نداریم که ما باید هسته اتم بشکافیم، نمیتونیم بگردیم، هی نمیدونم این قسمت ویدیو که تموم شد بریم بگردیم دنبالش، نمیدونم هر دفعه ما کلی وقتمون تلف میشه. نه عزیز دلم، اگه یک صدم ثانیه به ذهنتون خطور کرده که من جنون گاوی دارم و به خاطر این جنون دچار مرضی شدم که میرم ویدیوها رو جاهای مختلف قایم میکنم، مثل مسابقه رازسی مثلا میرم مثلا بخش مونولوگو میذارم این زیر، اون یکی رو میبرم اونور چال میکنم، اون یکی میذارم تو باغچه، کاملا در اشتباهید. یعنی زبونم لال، ممکنه خودتون یه چیزی رو درست انجام نمیدین، چون ما لینک هایی که میذاریم توی اینستاگرام و توییتر و دیگه فیسبوک و تلگرام، این لینک پلی لیسته، متوجه شدین؟ پلی لیست ورلد ترید سنتر رو که معرف... این پلی لیستشه. شما دقیقاً روی این لینک که کلیک بفرمایید یه همچین تصویری رو باید ببینید، ویدیوی اول و بقیه ویدیوها سمت راستش. شما بدون دخالت اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنید، یعنی از هیچ کدوم از اعضای بدنتون دیگه احتیاج نیست استفاده کنید، همینجوری بگیریم بشین. ویدیو اول که تموم بشه هیچ کاری نکنید، میری ویدیو بعدی، اون که تموم میشه شاید باورتون نشه باز دوباره لازم نیست هیچ کاری بکنید، همینجوری میره تا ویدیوی بعدی، بعدی برای تا تموم شه برنامه. حالا بعدش اگه خواستین کاری بکنید دیگه مسئله خودتون، اونجا دیگه به من ربطی نداره، فقط محبت بفهمید دیگه. قربونتون برم عزیزای دل من، این همه برنامه طرفدار داره، ما هم این همه با گرفتاری میثاق فروختیم، نمیدونم مداد این همه هزینه کردیم برنامه رو داریم تولید میکنم، حداقل سابسکرایب بفرمایید دیگه، به عضویت کانال یوتیوب ما در بیاین. شما به جای سابسکرایب دارین سابسکرایب میکنید در واقع، یعنی دهن همه ما رو صاف کردید. خب ده برو عضو شو دیگه، درست نیست که. به خدا اون جایزه‌ای که بهتون میدم اگه سابسکرایب نکنید ان شاءالله گوشت نشه بچسبه به تنتون، یعنی ان شاءالله اگه گوشه آیفون هم هست باتریش سامسونگ باشه منفجر شه بلاست. گفتم انفجار خدمتتون عرض می‌کنم. به هر حال یکی از سنت‌های دیرینه و کهن ما، همونطوری که می‌دونید هفته دیگه چهارشنبه سوریه و یکی از سنت‌های کهن کشور باستانی و کهن ما با تاریخی به قول شهریار هنرمند عزیزمون 2000 و 5000 ساله. ما اگه برگردیم به ریشه هامون و برگردیم به هویت اصلیمون و برگردیم به فرهنگ 2000 و 5000 ساله‌ای که داریم، یعنی خسرو معتضد رو توی تاریخ شناسی رنده کرد 2000 و 5000 ساله. حالا به هر حال خدمتتون عرض بکنم که چنین تاریخ کهنی داریم و این یکی از اعیاد باستانیشه که ما برامون بسیار اهمیت داره. به هر حال بعد از جشن‌های باستانی دیگه‌مون از جمله ولنتاین، هالووین، تانکسگیوینگ، کریسمس، نیو ایر، ورلد ترید سنتر، یه چی بود؟ یکی دیگه هم هست. آها، عید نوروز. به جز اینا خب چهارشنبه سوری یکی دیگه از جشن‌های باستانی ماست که ما به معنی واقعی کلمه تمام سعیمون رو می‌کنیم که دیگه در واقع شهر رو توی یک شب نابود بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که البته این نکته رو بگم، این نکته رو لازم میدونم که حتما بگم، امسال بچه ها به هر حال با توجه به اتفاقات تلخی که برای ساختمان پلاسکو و آتش نشانه عزیزمون افتاد قول دادن که یه کاری بکنن، یعنی یه کمپین رو انداختن و کمپین هم که میدونید یکی از اعضای بدن ماست، مثلا مثل کبد و تحال و اینا میدونید، پشت کبد وقتی بلند میشین صبح این کمپین میزنه بیرون، بچه ها هر صبح که بلند میشن یه کمپین آغاز میکنن، این کمپین رو بر دیده گذاشته و هیچ وقت عمل نمیکنن بهش، و برای همین قول داده بودن که اصلا این چهارشنبه سوری هیچ حرکت وحشیانه، داعشانه، طالبان گرایانه و مدل های اینجوری نداشته باشن که دیگه آتش نشانه دوچار مشکل و دردسر نشن، در کنار خانواده هاشون آروم باشن، در صلح و صفا جشن بگیرن شب چهارشنبه سوری رو. برای همین بچه ها تمام تلاششون رو کردن که حداقل بتونن از دو هفته قبل کل شهر رو نابود بکنم، و شاید باورتون نشه دو تا نوجوان 13 ساله ولی که قربون شیری عزیز دل مدرسه رو آتیش زدم با گازوئیل و اینجوری به پیشواز در واقع
چهارشنبه سوری رفتن و خدمتتون عرض می‌کنم با همین فرمون اگه بچه‌ها ادامه بدن تا شب چهارشنبه سوری میتونیم در کمال آرامش روی ویرانه‌های شهر در کنار هم دیگه زندگی بکنیم و به قولمون هم وفا کردیم. خب قربونت برم ازم، چیکار داری می‌کنی؟ به خودت رحم کن. البته من خدمتتون عرض بکنم دلیل اینکه اکثریت افراد خونه نمیمونن و میرن بیرون، یکی از دلیل‌های عمدهش تلاش مستمر و جان فرسا و جان گداز تلویزیون خودمونه که در واقع میشه گفت برای اینکه کسی بیرون نره چهارشنبه سوری هر چی فیلم هالیوودی روی کره زمین هست و 7 8 10 تاشون انتخاب میکنه، مثلا که مثلا هر کدوم 120 دقیقه 140 دقیقه است، اینا رو همه رو میریزه تو مخلوط کن 5 تا مثلا 60 دقیقه ازشون فیلم در میاره همون شب پخش میکنه. دیگه طرف این سوهان روحو نمیتونی تحمل کنه، برای همین خودش میندازه زیر توپ و تانک و مین و دیگه نمیدونم آتیش و کپسول و گاز و اینا چیزای مختلف که اون زجر رو تحمل نکنه. یعنی اگه اینا خیالشون باشه که توی خونه خودشون میتونن امنیت داشته باشن و لازم نیست اینجوری شکنجه بشن، به خدا یه کسی پاش بذاره بیرون. شما اصلا یه دفعه برق رو قطع بکنی، یعنی برق اگر بره خودتون میبینید که چقدر چهارشنبه سوری آرامی رو خواهیم داشت. حالا البته جدا از سلوکسون، حالا خدا رو هم کرده برنامه استیج پنجشنبه داره پخش میشه، اگه سه شنبه شب پخش میشد اون اجرای گروهی بچهای استیج هم میتونست باعث بشه که خیلی‌ها خودشونو بندازن زیر تانک. اصلا خدمتتون عرض بکنم که حالا این از این قضیه. برنامه هفته گذشته ما حالا با توجه به اینکه در رابطه با برای بچه های استیج بود باستاب های مختلفی داشت، هر کس از دوستان دقیقاً بر اساس اندازه مغزشون برداشت های مختلفی کرده بودن از برنامه. بخش عمده‌ای خب متوجه شده بودن شوخیه و کلی یعنی متوجه شده واقعا ما کارمون اینجا مردم آزاری نیست و کلی خندیده بودن. یه سری دیگه که در واقع میشه گفتش که نمیدونم واقعا اسمشون رو چی میشه گذاشت، اومده بودن و حالا حتی که کرده بودن فحاشی کرده بودن دیگه، نمیدونم عکس العمل های مختلف نشون داده بودن، خیلی اومده بودن گفتن پول گرفتی؟ آره پول دادم بهت که نمیدونم چرا با دوستای خودت شوخی نمیکنی؟ تو به چه حقی به استاد بزرگ شهرام آذر توهین کرد؟ عزیز دلم اولا همه اینا با من دوستن، مخصوصا شهرام آذر، بعد من شهرام هم خیلی با جنبه و با حال ما هم شوخی نکردیم مثلا، یعنی در واقع میشه گفت ما با شهرام شوخی، تنها کسی که با شوخی نکردیم همون شهرام بود، ما حرفای خود شهرام رو پخش کردیم همینجا. شما فکر میکنم متوجه توهین، یعنی فرق توهین و اینا رو متوجه میشه، اگه واقعا دنبال این تیم ببینید کی توهین کرده، توهین اینه. خود محسن طرفدارش، خواهش میکنم که منم جز طرفدارشم، اصلا این چیزا رو ندیده بگیری، اینا مال حسادته، اینا مال قد کوتاه بعضیاست. اگه سوالی هم براتون احیانا پیش اومده میتونید از طریق پیج خود رامبد جوان پیگیری بفرمایید. رامبد پیجو ببند. پیج پیجو ببند رامبد. پیجو. امیدوارم متوجه شده باشید. دوستان عزیز که فرموده بودن من چرا با دوستای خودم شوخی نکردم، دیگه با دوستای خودم می‌خواستم چیکارشون کنم، به نظرشون زیر مثلا تراکتور، من به خاطر یه شوخی رفاقتم با حامد نیکپی به هم خورده. حالا یه هفته است من با این شوخی کردم، دو ماه جواب تلفن من نمیده. درسته این اصلا؟ البته یه نکته ای رو بگم، تمام این افرادی که در واقع میان فحاشی میکنن به اسم طرفدار، چه اونایی که طرفدار محسن چاوشی به شهرام آذر حمله میکنن، چه اونایی که طرفدار شهرام آذر به محسن چاوشی یا دیگران حمله میکنن، اینا هیچ کدوم طرفدار نیستن، اینا طرفدار نمان و در واقع میشه گفت مغزشون هم همه یه اندازه است، یعنی نه اینکه موجبه ولی یعنی در واقع میشه گفت تعطیلن از این لحاظ و بیخود و بیجهت خودتون رو بابت این چیزا ناراحت نکنید و بهشون هم اهمیت ندید. اونایی که حالا هرس خورده بودن هفته گذشته به خاطر این شوخی ها، من این هفته براتون یه سورپرایز دارم که شاید سوختگی های ناشی از چهارشنبه سوری هفته بعد رو براتون قابل تحمل تر بکنه. بسیار خوب، شرکت کننده الانمون آقای قوله، 3000 سال عمرشونه و ازشون میخوایم شروع کنن. یه دنیا غریبم، کجای عجیجم،
بیا تا لپاتا بشاخم بدوزم، تو ترمز بریدی خدایی نکرده، بگو شاخ تیزم با چرخات شکرده، همه جا تو گشتم به پاروت نریزم، بیا این نقلا رو تو جیبت بریزم. عزیزم هرچند یه کمی فلان بود ولی در کل شما این بهترین اجرا بود، من که کلی کف کردم. ببین آقا قوله، در کمال احترامی که برای خودت و پدرت و مادرت و امهات و اینا قائلم، خیلی خیلی خوب خوندی، اما اگه بتونی یکم وایبریشنشو یه ذره بیشتر کنی. ببین اصلا من نظر نمیدم. ببین دوست عزیز، من عاشق مرامت شدم و در کل به نظرم که استایلت بهتر از قبل بود، که همونطور که بهت گفتم و اون توانایی خوشگلتو که پشت صحنه نشونم دادی اینجام باز به من و به همه نشون دادی و دمت گرم که نشون دادی. شما جنی؟ نه غولم. نه عزیزم شما غول نیستی، جنی. من الان 3000 سال غولم. شما یه جن ماده ای، سه بارم ازدواج کردی، یه بوست هم داری. من نرم به خدا. ببین اینا به خاطر چاقیه. آقای آذر صداشون چطور بود؟ این صدا مال خودت نیست عزیز من، مال باباته. خشیشم با دستگاه های خشدار کننده ساختی، میدونم. بابا من از 2000 سال پیش یه سرمای خوردم، خشه از اون موقع مونده رو صدام. از این دستگاه استفاده نکن، کلوف کننده، خشدار کننده، نازک کننده صدا، اینا کلاهبرداری صحیح نیست عزیز من. بسیار خوب، این گوله بیشا خودم منتظر رأی شماست. منباب اطلاع سازنده این انیمیشن هم بزرگمهر حسین پوره. امیدوارم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای دیدن ویدیوهای قبلی اینجا رو کلیک بکنید، برای دیدن ویدیوهای بعدی اینجا رو کلیک بکنید، و اگه دلتون میخواد به عضویت کانال یوتیوب ما در بیاید اینجا رو کلیک بکنید، و اگه نخواستین اینجا رو کلیک بکنید اینجا رو دیگه کلیک بکنید، و اگه نخواستین این رو هم کلیک بکنید بعد بفرمایید این رو کلیک بکنید.